فقط بیماری بده. نمیشه بازی کرد. اونم توی پارک. لازممون شده دیگه. ها؟ کی بیماری لازمش میشه؟ حالا چرا عصبانی میشی؟ من هدفم اگه تو حرف زدن دقت کنه انقدر چی بگم آخه؟ دیدی؟ مگه تو هم دیدی؟ بریم ببینیم چیه. چرا فرار میکنی؟ از تیرای زراگی. مگه من عطسه میکنم تیر میندازم؟ ویروس های بیماری از تیرای زراگی هم بدترن. من به کوشا میگم که چی گفتی. لازم نیست، من خودم همه چیزو شنیدم. تو باید دستمال داشته باشی که موقع عطسه جلوی بینی تو بگیری. اونجا منم دیدمش. کوچی ها سب کنید منم بیام. چرا فرار میکنی؟ سلام. سلام کوشا، بیا. سلام، من کوشا هستم، این دوتا هم دوستای من هستن، قرمز و سبز. سلام، منم یک گوزن زرد ایرانی هستم. راست میگی، من خیلی اسم تو رو شنیدم. پس شاخت بود. مگه اونم شاخ داره؟ اگه لازمش بشه. ای وای. آره، گوزنه زرد ایرانی با شاخشون معروفن. خب راستش درد منم همینه. چرا؟ مگه تو شاخ در نیاوردی؟ چرا؟ ولی دیشب شکست. آخه گریه لازمت شده؟ نه گریه چرا؟ بگو ببینم چی شده؟ اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ حق با توه، ما گوزنا توی جنگلای غیر قابل نفوذ خوزستان و زاگرس زندگی میکنیم. پس برای چی اومدی شهر؟ برای رفتن پیش دامپزشک. پس اینم مثل من بیماره. تو دستبار داشتی اون وقت؟ اینقدر با هم کلکل نکنید دیگه. چی 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 کلکل یعنی جر و بحث، درست مثل گوزنایی که برای تیز شدن شاخاشون سرای خودشونو به هم میزنن یا به تنه درخته یه جنگل. ولی ما که شاخ نداریم. خب میخوایی ما کمکت کنیم؟ اگه این کارو بکنید سپاسگزار میشم، فقط بذارید من شاخامو بیارم. اینجا رو مثل خونه خودت بدون. تو که از خوزستان اومدی قریه ماهی دوست داری برات بپزم؟ نه، ما گوزنا که غذای پخته نمیخوریم. پس چی میخوریم؟ میوه؟ درسته، ما علوفه، سرشاخه ها و میوه درخت های جنگلی رو میخوریم. خب پس تو مسافرت راحتی دیگه، ای لازم نیست غذا بپزید و چاییدم کنید. ما گوزنا زیاد مسافرت نمیریم، بیشتر توی منطقه حفاظت شده دز و کرخه در استان خوزستان زندگی میکنیم. آخه لابد لازمتون نشده. نه، چون بیشتر اقوام ما که توی شمال ایران و عراق و ترکیه زندگی میکردن منقرض شدن و فقط ما گوزنای زرد ایرانی زنده هستیم و باقی موندیم. برای همین بهتون میگن گوزن زرد ایرانی، چون فقط توی ایران زندگی میکنی. بله، و البته چون از قدیمی ترین جانوران ایران عزیزمون هستیم. با پدر بزرگ تماس گرفتم، گفت زود خودشو میرسونه. خودشه. سلام. سلام. پس مهمان عزیز ما شما هستین. سلام پدر بزرگ، ببینید شاخش شکسته. گوزن جوان نگران نباش، خوب میشی جانم. هر دفعه عطسه میکنیم ما باید یه سپر بلا پیدا کنیم. بازم دستمال یادت رفت سبزه. ببخشید. خب حالا بگو ببینم چطوری شاخه شکست. من توی جنگل بودم. یه سایه ای دیدم. نه که فکر کنی ترسیدم، اما نه، همونطور که پوست بدنم به رنگ پوست شیره، خودم هم دل شیر دارم. رفتم جلو، دیدم یه حیوان به بزرگی فیل و قدرت شیر و سرعت پلنگ. مجبور شدم باهاش نبرد کنم. چه نبردی؟ نبرد تن به تن. اما بعدش میبینید که شاخامو شکوند و رفت و من موندم و یه کله بیشاخ. کله نباید بیمغز باشه. که متاسفانه مال تو هست. پدر بزرگ برای همین میخواد بره پیش دامپزشک. جاش نیست بابا جان. پس چیه؟ باید یه هفته صبر کنه بعد. باشه صبر میکنم. چاره چیه؟ اما فکرشو بکنید، یه گوزن زرد ایرانیه بدون شاخ.
خب من میرم وسایلمو بردارم بعد میبینم اتون. میخوای با دوست الکترونیکی من آشنا بشی؟ اون کی هست؟ دوست یا دشمن؟ گرگ و پلنگ که نی؟ نه ترس، اینجا نبرد تن به تن نداری. سلام. نه ترس، اون یه دستگاهه، نه پلنگ که با تو دشمن باشه. تله ای نیست که شکارچی ها کار گذاشته باشن برای شکار من. نه، تله هم نیست، اون یه دوسته، بیا جلوتر. این که خودم هم. بله، حالا گوش کن. گوزن زرد ایرانی از دیرباز در فلات ایران زندگی میکرد، اما حالا فقط در مناطق حفاظت شده کرخه و دز در خوزستان و دشت ناز ساری در استان مازندران زندگی میکنه. این حیوان زیبا با شاخهای بلندش بیانگر زیبایی حیات وحش ایرانه. اون حیوانی چالاک، خوشندام و دارای حرکاتی موزون. میخوای چسب بیارم به چسب بودم؟ نمیدونم، مگه میچسبه؟ چسب کارش چسبوندنه دیگه. نه نمیشه، چسب چوبه. نه نشد، چسب آهنه. آبیداش کردم، خودشه، چسب همه کاره. گله نکن. چطوری یه کلا سرش بذاریم؟ تو هم بیداری؟ نه کلا نمیخوام، من نه کلا بردارم نه میخوام سر کسی کلا بذارم. سر کسی نی، سر خودته. نه نمیخوام، کاش یه کسی بود تو کمک میکرد و میگفت که چی کار کنم. چه کسی؟ یه آدم با تجربه. ما همیشه از باشتا باشم میپرسیم. اون چند سالشه؟ باشتا باشا فقط یه سالشه؟ خب آره، مگه چه اشکالی داره؟ تو گفتی میخوای به من کمک کنی؟ آره میخوام. من نمیتونم یه هفته صبر کنم، الان وقتشه کمکم کنی. باید برم بازار و یه شاخ نو بخرم. ولی من بدون اجازه پدر بزرگم نمیام. باشه، بمونی تا من برگردم. پدر بزرگ گوشا جان، تو باید بدونی که بعضی از کارا فقط با شکیبایی انجام میشه. هیچ شاخی توی بازار خرید و فروش نمیشه. اگه میخوای دلیل واقعی افتادن شاخاشو بدونی از باشتا باشم بپرس. باشه. چرا کوشا و پدر بزرگ نمیان؟ عجله نکن. آخه من با این کله بیشاخ آبرو میره. نگران نباش. بچه ها زود باشید، وقت رفتنه. در مسیرهای طولانی باید وسیله را استراحت کرد. آره خسته شدیم. میگم میخوان یه چای تازه دم را بندازیم؟ موافقم. ولی من موافق نیستم. ببخشید حواسم نبود. دوست آگاهم، بگو گوزنه چی میخورن. تغذیه گوزنها از عروفه، سرشاخه ها و میوه های تازه. درست میگه، اما الان چه موقعی خوردنه؟ من یه کله دارم اما شاخ ندارم، آبرو ندارم. یکم صبر کن ببینیم دیگه چی میگه. آره. گوزها موجوداتی شبگرد هستن. اونا صبح زود و غروب فعالیت بیشتری دارن و به صورت اجتماعی زندگی میکنن. اونا هم خانواده مارال و شوکا هستن. راست میگه ها. بگو من چطوری میتونم شاخدار بشم؟ همونطور که پدر بزرگ گفت، با شکیبایی و آرامش. پدر بزرگ، اینجا گرگ و پلنگ که نداره، آخه اونا دشمنای طبیعی ما گوزنا هستن. راجش گویا اینجا خیلی از این جونورای وحشی پیدا میشن، اما تو هستی خیال همه ما راحته. تو میتونی باهاشون مقابله کنی و از ما محافظت کنی. میدونی پدر بزرگ؟ چی رو؟ اون قصه تن به تن. راستش من خواب بودم. خواب دیدی؟ نه خواب که نه، مثل خواب. متوجه نمیشم. خوابای خوب زیاد دیدم. شنا میکردم، میپریدم، مبارزه تن به تن میکردم. اما چی؟ اما صبح که بلند شدم دیدم شاخام افتادن کنارم، دیگه روی سرم نیستن، خودشون افتاده بودن، نمیدونم چرا. که اینطور؟ برای همین میخوای یه جوب شاخ نو بخری؟ آره، میگن توی بازار شهری ها همه چی پیدا میشه، از شیر مرغ تا جون آدمی زاد.
تو میدونی که این خریدن شاخ گوز توی شهر یه قصه خیالیه؟ فقط گوز زرد ایرانی واقعیت داره. تو دوباره صاحب شاخ میشی. آخه چطوری؟ گفتم که صبر صبر صبر. پدر بزرگ، پدر بزرگ، من اونجا یه سایه دیدم، فکر کنم یه گرگ بود. باید بریم یه جای امن. خانواده من همین اطراف هستن، اگه اجازه بدی من برم پیش مادرم. آره تو برو، ما میریم یه جای دیگه. یک دو سه چهار. اومد پیدامون کرد. امیدوارم خوش خبر باشه. سلام، من اومدم. طوری که نشد. نه ما خوبیم، تو چطوری؟ دیشب خونه بودم. صبح این زودی کجا بودی؟ ما گوزنا اول صبح و دم غروب فعالیت بیشتری داریم. شما چطور؟ ما همیشه فعال. البته اگه لازممون بشه. خب بگو ببینم خونه چیکار کردی؟ وای چی شده؟ اونجا رو ببینید، روی سرش. وای باور نکردنیه. بذار ببینم چی شده. مبارکه. چی مبارکه؟ شاخ در آوردم. دیدی پدر بزرگ گفت باید شکیبایی به خرج بدی؟ اینم شاخت که ثبت شد. الان آبرو هم داری. تازه شاخ هم داری. شاخ گوزنهای جوان اولای زمستون خودش خود به خود میفته، اما چند روز بعد یواش یواش شاخ جدید رو سرش سبز میشه، درست مثل دندون شیری بچه های 7-8 ساله. راست میگی پدر بزرگ، مثل دندون شیری که خودش میفته. پس منم شاخامو به مامانم نشون بدم. نقشمون گرفت پدر بزرگ. آره ولی باید میرفتیم بازار خرید فروش شاخ گوز. حالا با شاخ قدیمی گوز که جا مونده چی کار کنیم؟ یادگاری نگرش میداریم. گوز نست اگر آهوی دلبر است، شکاری چنین در خور مهتر است.